مهاجمین با حمله به یک مسجد در شهر گلادبک در ایالت نوردراین وستفالن در آلمان به خرابکاری و نوشتن شعارهای نجات پرستانه و صلیبهای شکسته بر دیوارهای آن اقدام کردند به گفته یه مسئولین مسجد مهاجمین متعلق به گروههای راستگرای نئونازی اند. آنان با استفاده از اسپری رنگ شعارهای نجات پرستانه و سلیبهای شکسته را بر روی دیوارها و پنجرههای این مسجد نوشتهاند ندیر کرمان یکی از مسئولین یک نهاد اسلامی در گلادبک ضمن محکوم کردن این اقدام از پلیس خواست مجرمان را پیدا کند او در مصاحبه با خبرنگاران گفت مساجد دیگر نیز حملات مشابه را متحمل شدند اما تا کنون هیچ مزنونی در این باره توسط پلیس بازداشت نشده است وی در ادامه افزود ما بر این باور هستیم که دستگیری عاملان می تواند به جلوگیری از جرایم مشابه در آینده کمک کند. آلمان همکنون با جمعیت 81 میلیون نفری پس از فرانسه دومین دو کشور پر جمعیت مسلمان نشین در اروپا محسوب می شود. بر اساس آمارها این کشور نزدیک به چهار میلیون مسلمان را در خود جای داده و این در حالی است که در سالهای اخیر شاهد گسترش اسلام حراسی و حملات گوناگون علیه مهاجران و پناهندگان هستیم.